سلام عرض می کنم. سلام دکتر، شب زیباتون بخیر. سپاسگزاری می کنم از زحمتی که کشیدید و این لایو رو فراهم کردید. من در خدمت شما هستم. عذرخواهی می کنم، به خاطر تاخیر چند دقیقه مشغول فراهم کردن مقدمات بودم. خواهش میکنم. بسیار ممنون جناب آقای دکتر که با این همه مشغله دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید. حالا من پیج کاری شما رو هم حتما پین خواهم کرد که دوستان بتونن ببینن و بتونن از آموزش های رایگان و مفیدی که در اون پیج هستم استفاده کنن. آقای دکتر، جناب عالی جز معدود افرادی هستید که به عنوان استاد در حیطه اقتصاد کلان در بانک های خارجی کار کردید و این ترم های اقتصادی رو استفاده کردید در بانک های مثل سیتی بانک دبی که جز پرایم بانک ها هست، در کنار استندرد چارترد و اچ اس وی سی، سیتی بانک جز این سه بانک اصلی فورن هستند در دبی که فعالیت خوبی رو در میدل ایست دارن و معمولا رتبه 1 تا 5 بانک ها به هر حال برای این بانک ها هست و جناب عالی به عنوان مدیر اسبق این بانک ها با مفاهیمی که در حیطه اقتصاد کلان آموزش میدید کاملا به صورت پرکتیکال هم آشنایی دارید. بنابراین حالا من دلیلی هم که از جناب عالی دعوت کردم که تشریف داشته باشید همراه ما اینه که بعد از اعلام دولت فدرال، دولت امریکا، مبنی بر حالا سیاست های تیپرینگ به دلیل مشاهده بحثایی مبنی بر خروج اقتصاد آمریکا، لزوم خروج اقتصاد آمریکا از سیاست های انبساطی، من دایرکت های زیادی رو گرفتم و مشخص میکرد بسیاری از همراهان با تفاوت های بین بازار پول و بازار سرمایه، سیاست های پولی و سیاست های مالی، تفاوت بین سیاست انقباضی و تیپرینگ و متولیان سیاست های انبساطی و انقباضی آشنا نیستند. هدفم این هست که ما بتونیم با زبانی بسیار ساده این مفاهیم رو برای دوستان تشریح کنیم. بله، بسیار عالی، خیلی مقدمه خوبی رو فرمودید سرکار خانم محبی. شما از دبی الان صحبت می‌فرمایید دیگه، درسته؟ الان دبی تشریف دارید؟ خیر، من ایران هستم، بنده هم در استندرد چارترد دبی سالها فعالیت داشتم. شما ماشاءالله در واقع فعالیت بانکی داشتید، در دبی هم بودید، بک‌گراند رو میدونید. البته یک نکته رو خدمتتون عرض کنم، البته با تأسف این رو عرض میکنم خدمت شما، من سال 2006 که وی پی سیتی بانک شدم و در دبی کارم رو شروع کردم، یک روزی رنکینگ بانک ها رو در امارات منتشر کردند و خیلی برای من عجیب بود که بانک اول و دوم تا اونجا که یادم هست که امرس ام بی دی بود و ابوظبی نشنال بانک بود، بانک فکر میکنم سوم و چهارم بانک های ملی و صادرات ایران بودن. صادرات. نه اینکه از نظر پیچیدگی محصولات مالی بزرگترین باشند، ولی از نظر حجم معاملات حتی از سیتی بانک و استاندارد چارتر دو اچ اس بی سی هم بالاتر بودند اون زمان. و ما این سنگر مهم اقتصادی رو متاسفانه به طور کامل از دست دادیم. اینها واقعیت هایی است که مردم ما، حتی مسئولان ما، شاید اطلاع نداشته باشند که ما چه فرصت‌های بزرگی رو متاسفانه از دست دادیم. قدرت نفوذ ما، شما خاطرتون هست، بیمارستان ایرانی یک زمانی 1/3 کل مراجعان به بیمارستان‌های دبی فقط به بیمارستان ایرانی اونجا بود. ما نفوذ خیلی بالایی داشتیم و حالا امیدوارم به اون در واقع نفوذ سابق و به اون احترام سابق برگردیم. آقای دکتر، در تکمیل فرمایشات جناب عالی، دقیقا در همون سالها بانک صادرات و بانک ملی به دلیل ترنوور بالای بانکی و همچنین ما در استندرد چارتر بانک گارانتی های ایران رو به راحتی دیسکاونت می کردیم توسط بانک های پرایم مثل استندرد چارتر. ما در اون قسمت بی جی ها رو دیسکاونت می کردیم با ریت 6.25%، دقیقا این مبالغ رو خاطرم هست. و بعد از اون در سالهای اخیر، در سالهای 2017 و 2018 به جایی رسیدیم که در مراودات داخلی امارات دست چک های بانک های صادرات و ملی رو دیگر بازرگانان دبی قبول نداشتن. به اینجا رسید در عرض کمتر از 10 سال.
بله. ببینید، یک مقداری من البته تجربه رو خدمت شما عرض کنم، شاید برای ما مفید باشه. یک مقداری بالاخره ممکن خصومت وجود داشته باشه، ممکن سوء تفاهم وجود داشته باشه، اما یک مسئله خود شخص بنده باش مواجه شدم. یکی از این بانک های ایرانی مدیر ریسک نداشت، دقت می‌فرمایید، و مدیر ریسک نداشت و بانک مرکزی امارات به همه بانک های خارجی از جمله سیتی بانک، از جمله اچ اس بی سی، از جمله استاندارد چارتر، به همه گفته بودن آقا شما باید یک سری اصول رعایت کنید. یعنی چی بانک مدیر ریسک نداشته باشه؟ خلاصه من به عنوان فردی که شاید اولین ایرانی بودم که مدرک اف آر ام رو دریافت کردم و خودم یک سری دوره های اگزیکیتیو برگزار می‌کردم در دانشگاه ویلیام در دبی در زمینه بانکینگ ریسک منیجمنت، یک سری از دوستان واسطه شدن، گفتن شما بیا این مسئولیت رو به عهده بگیر، بپذیر. و برای من خب بالاخره هزینه زیادی داشت، چون که بالاخره مسائل تحریم بود، مسائل دیگر بود، ولی من احساس کردم یک خدمتی به کشور هست و خب گفتم باشه. ما یک جلسه برگزار شد با مسئول در واقع این بانک ایرانی در کشور امارات و ایشون خیلی ممانعت کرد از اینکه بالاخره این منصب رو بنده بپذیرم و خیلی تاکید داشتن که غیر ایرانی مسائل حسابرسی و مدیریت ریسک بانک ایرانی رو به عهده داشته باشن، بله. و خصوص خیلی تاکید داشتن که این فرد غیر ایرانی احتمالاً هندی باشه. متاسفم، یعنی ببینید یک مقداری سوء مدیریت ها، و نه فقط سوء مدیریت، حالا نمیخوام عرض کنم که مسئله اصلی چه بود، ولی همین مسائل باعث شد که ما متاسفانه جایگاه خودمون رو از دست بدیم. فقط مسئله دشمنی ها نیست، مسائل دیگر ما جدی داخلی داریم متاسفانه. علایه من در خدمتتون هستم. سوال خیلی خوبی رو که مطرح فرمودید، من شما بفرمایید من ادامه خواهم داد. خواهش مهم دکتر، همین من میخوام تمیز بین بازارهای مالی و پولی رو در رابطه باش صحبت کنم و بعد اینکه در هر کدوم از این بازارها ما سیاستهای انبساطی و انقباضی رو داریم، مکانیزم هر کدوم از این سیاستها چیست و چه تأثیری روی بازارهای موازی، بازار موازی منظورم فقط بازار پول و بازار سرمایه هست، میتونن این سیاستها داشته باشن. احسنت بر شما. ببینید، یک مسئله که باید تمیز قائل بشیم و تفاوت قائل بشیم بین بازار پول و شاید اینطوری خدمت شما عرض کنم، بازار پول و بازار سرمایه معمولا بیشتر این تفکیک دیده میشه، ولی اگر بخوام که تفکیک رو یک مقدار دقیق تر خدمت شما عرض کنم، بازار پول رو ما میتونیم مطرح کنیم، بازار بانکی رو میتونیم مطرح کنیم، بازار اوراق رو میتونیم مطرح کنیم و بازار سرمایه رو میتونیم مطرح کنیم. در دنیا و به خصوص در ایالات متحده بازار اوراقی با سررسی به زیر یک سال رو ما تحت عنوان بازار پول طبقه بندی می‌کنیم. در این بازار اوراق خزانه زیر یک سال که تریجری بیلز نامیده میشن خیلی نقش عمده و مهمی دارن. به جز اوراق خزانه، اون چیزی که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه کامرشال پیپرز بخشی از این بازار پول هستند. کامرشال پیپرز در واقع اوراقی هستند با سررسید بین چند هفته تا حداکثر 9 ماه که اوریج یا میانگین سررسید اینها یک چیز حدود 45 روز هست و اینها رو شرکت ها برای تامین نیازهای کوتاه مدت خودشون منتشر می کنند. پس یک نرخی در این بازار پول به دست میاد که بازار بسیار نقدی هست، یعنی یک بازاری هست که ریسک کمی داره. در واقع از این بازار پول ما کمترین نرخ‌های بهره رو در اقتصاد به دست میاریم. این بازار پول در بسیاری اوقات در تعارض قرار میگیره با سایر بازارها، مثل بازار در واقع اوراق و بازار اوراق و بازار سهام که هر دوی اینها اوراق بهادار هستند. یک چیزی که در کشور ما هست و یک مقدار بدفهمی بوده این هست که در کشور ما دارن اوراق رو در مقابل سهام قرار میدهند، یعنی
فعال بی تجربه بازار ایران تصورش این هست که هر زمانی اگر اوراق بازدهی بالا داشت لزوما باید سهام بازدهی کافی داشته باشه یا بازدهی منفی داشته باشه و برعکس، در حالی که چنین نیست. اینها دو تا بازار مستقل هستند، در واقع به یک نحوی مکمل هم دیگه هستند. ممکن هست هر دو بازار رو به رشد باشند، ممکن است بازار سهام رو به رشد باشه و بازار اوراق رو به نزول باشه، ممکنه هر دو بازار رو به نزول باشن و ممکنه بازار اوراق رو به رشد باشه و بازار سهام رو به نزول باشه. من دقیقا خاطرم هست که در سیتی بنک بودم، یک در واقع گزارشی در این زمینه ارائه داده بودم که سالهای مختلف رو بررسی کرده بودم. در برخی از سالها مثلا گفته بودن که این دوتا بازار همسو بودن، مثلا در جهت افزایش یا در جهت کاهش، یا در برخی از سالها در تناظر با هم دیگه قرار داشتن. اما یک نکته رو دقت کنید، اگر ریسک پذیری از بازار حذف بشود، اون وقت ملاحظه خواهید کرد که بازار پول هست که قدرت غالب رو به دست خواهد آورد. یعنی یا افراد در واقع اوراق بسیار کوتاه مدت سرمایه گذاری می کنند، یا اینکه وجه نقد در داخل حساب‌های جاری یا در داخل حساب‌های مثلا سیوینگز در داخل بانک‌ها نگه می دارند. حالا اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم. نکته بعدی رو بفرمایید. بله، ببینید یک مسئله دیگری ما داریم، تحت عنوان بازار نمیشناسیم، تحت عنوان سیاست گذاری میشناسیم. ما میتونیم سیاست گذاری پولی داشته باشیم، میتونیم سیاست گذاری بودجه‌ای داشته باشیم. اینا تأثیراتی که بر بازارهایی که من خدمت شما عرض کردم میگذارند خیلی میتونه متفاوت باشه. دقت میفرمایید، مثلا در زمینه سیاست گذاری مالی ما اسم دیگری رو پیشنهاد کردن که من معمولا از این نام استفاده می کنم و آن سیاستگذاری بودجه است. در بسیاری مواقع این دو سیاست هم مستقل هستند. در بسیاری مواقع این دو سیاست ممکنه که در تناظر، در تقابل با همدیگه قرار بگیرند، یا اینکه هر دو در یک سو قرار بگیرند. یعنی چی؟ ملاحظه فرمایید وقتی بحران کرونا شروع شد، هم بانک مرکزی امریکا سیاست بسیار شدید انبساطی پولی در پیش گرفت که در طول تاریخ بی سابقه بوده، حتی شدیدتر از سیاست انبساطی بعد از بحران جی اف سی، بحران سال 2008، حتی از اون هم شدیدتر بود. به خاطر مورگیج های هوملون ها بود اگر اشتباه نکنم در بله درست میفرمایید. و از اون طرف سیاست گذاری بودجه هم انبساطی بوده. در امریکا الان هم اکنون هر دو سیاست گذاری انبساطی است، هم سیاست گذاری بودجه و هم سیاست گذاری پولی. شاید، مطمئن نیستم، شاید که در بحران 2008 سیاست گذاری بودجه شدیدتر بود، شدیدتر انبساطی بود نسبت به امروز، ولی سیاست گذاری پولی امروز شدیدتر بوده. اثرش هم در بازار بیت کوین و بازارهای دیگر میبینید، بازار کامادیتیز میبینید که چقدر قیمت ها بله بله، مخصوصا مثلا در الوار چند ماه پیش بالای 100% الوار رشد داشت، قیمت مسکن در امریکا رشد کرد، قیمت نفت و شما ملاحظه فرمود چقدر رشد کرد. یه قیمتی خیلی حالا رشد نکرد و انتظار میرفت رشد کنه فرقی با طلا بود، و طلا هم به دلیل اینکه یک رقیب جدی پیدا کرده که همون بیت کوین و به طور کلیتر اگر بخوایم عرض کنیم رمز ارزها هستند که رقیب طلا شدن. این نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم که باز هم سیاست گذاری پولی و سیاست گذاری بودجه ممکن هست در تناظر با هم دیگه قرار بگیرن، ممکن هست که در همراستا با هم باشن. اینو باید دقت کنیم بسته به شرایط اقتصادی، ببینیم چه نوع سیاست گذاری رو باید در پیش بگیریم. آقای دکتر بسیار ممنون از توضیح کامل و دقیقتون. من فقط یه موضوعی رو میخواستم بهش اشاره کنم. نتیجه همراستا بودن سیاست‌های پولی و مالی، هر دوی این سیاست‌ها زمانی که سمت و سوی انبساطی دارند نتیجهش میشه تورم، اون چیزی که ما در بازار امریکا هم شاهدش هستیم. در سالهای آخر دولت آقای روحانی هم ما سیاست شدید انبساطی رو در بخش بودجه داشتیم
و علارغم اینکه اعلام میکردن ما میخوایم با تورم مقابله کنیم، ولی ما سیاست انقباضی رو در بخش پول نداشتیم و همون هست به نظر من که فکر میکنم اون تورم افسار و ریخته رو الان داریم ما در ایران مشاهده میکنیم. آیا برداشت من درست هست یا اینکه دلیل دیگه ای داره این اتفاقاتی که داره این روزها در ایران میفته؟ بله، خدمتون توضیح خواهم داد. ببینید، به نظر میرسه که سیاست گذار ایرانی، اقتصاددانی که 30 سال گذشته، 40 سال گذشته در دولت حضور داشته یا مورد مشاوره قرار گرفته، یک مقداری با علم روز دنیا فاصله داره. من شواهد خدمت شما عرض می کنم. کتابی که به عنوان تکست، به عنوان منبع دوره دکترا، یعنی منبع آزمون برای ورود به دوره دکترا اقتصاد داره تدریس میشه، کتاب برانسون هست که یک چیز حدود شاید 40 تا 50 سال پیش این کتاب نوشته شده و ما هیچ ابایی نداریم که این 40 تا 50 سال مثلا بشه 60 تا 70 سال، 80 تا 90 سال، بالاتر از 100 سال. ما چسبیدیم به این کتابی که خیلی بعید میدونم بجز در ایران در هیچ کشور دیگری در جهان تدریس بشود. و چرا اینطور بوده؟ برای اینکه این استاد محترمی که حالا به هر صورتی وارد دانشگاه شده و بعدها مدارج رو طی کرده و الان تحت عنوان فول پروفسور شناخته میشه، در این 40 سال هیچ نیازی ندیده که خودش آپدیت کنه. اینا متاسفانه واقعیت های کشور ماست. در واقع شاگردان این عزیزان هم خب بالاخره در مناصب اقتصادی کشور حضور پیدا کردن و مشکل اینجاست که آن کس که نداند و نداند که نداند شدند. چون اگر میدانستند که نمیدانند و بدانند امروز که نمیدانند، احتمالا مشاوره میگیرند، احتمالا تلاش میکنند که موقعیت خودشون رو حفظ کنند. و واقعیت این هست که نمیدانیم که نمیدانیم. در سال 92 وقتی آقای روحانی دولت تدبیر و امید رو بنا نهاد، یک نوع خوشبینی بسیار عجیبی حاکم شده بود و تصور این بود که می توانند تورم رو به راحتی کنترل کنند، که واقعا می توانستند تورم رو به راحتی کنترل کنند، اونتا به شرط اینکه از علم و تجربه بشری استفاده بشه. البته دوستان اقتصاددان جوانی هم پیوستن به دولت، مشاوره ارائه دادن که اینها در نهایت یک فاجعه ای رو به بار آورد. چه نوع فاجعه ای به بار آورد؟ اون زمان گفته شد که اگر دولت سیاست بودجه متعادل داشته باشد، که این صحبت درستیه و سیاست هم در افتتاح کار خیلی درست بود، اگر دولت بودجه متوازنی داشته باشد، لاجرم تورم کاهش پیدا می کند و در نهایت مشکل تورم برای همیشه رفع می شود. بنابراین یک نوع سیاست انقباضی پولی و انقباضی بودجهی در پیش گرفته شد. دقیق می فرمایید. انقباض بودجهش به نظر مثل تا حدی ادامه پیدا کرد. هرچند انبساط داشت بودجه، ولی سالیان سال است که اندازه دولت نسبت به جی دی پی کوچک شده. اینها واقعیت هاییست که کسی اعلام نمی کنه و کسی نمی کنه. اندازه دولت نسبت به جی دی پی، دولت ایران، دولت مرکزی به شدت تحقیر شده. دولت خود تحقیری هم داره، خود تخریبی هم داره. یعنی دولت مایل هست که منابع منتقل بشه به شرکت های دولتی به عنوان مثال. چرا مایل هست منابع به شرکت های دولتی منتقل بشه؟ چون اونجا آزادی عمل داره که حقوق نجومی بده، که ریخت و پاش کند، که بعد مسائل زیادی اتفاق میفته. حیات قلبت مالیاتی آقای دکتر. دقیقاً بله. یا مثلا میگن که پابلیک پرایوت پارتنرشیپ. خب این پابلیک پرایوت پارتنرشیپی که در دنیا هست، ما اون چیزی که در کشور ما داره میگذره خیلی متفاوته. دقیق بفرمایید. اینجا واقعیت این هست که با همدیگه دور یک سفره نشستند و فقط ملت غریبه هستند، فقط فعالان کوچک اقتصادی هستند که غریبه هستند، وگرنه خصوصی های بزرگ و خصولتی های بزرگ با شرکت های دولتی بزرگ همه با همدیگه سر یک سفره هستند و از نعمت انحصارهای نامحدود منتفع می شوند. علی حال ببینید، اتفاقی که در سال 92 به بعد افتاد این بود که هدف گذاری درست بود. باید تورم رو مد نظر قرار میدادیم. تورم خبیث‌ترین پدیده است که میتونه در اقتصاد صورت بگیره. اما واقعیت این بود که ما دولت رو بیشتر تحقیر کردیم و کوچک کردیم و ناتوان کردیم و در مقابل اون سیاست انقباضی پولی ادامه پیدا نکرد.
یعنی نقدینگی رشد میکرد در حالی که نرخ تورم کاهش پیدا کرده بود. این خیلی مشکل زا شد. خب شاید بگن که آقا در بقیه کشورام همین بوده. نه عزیز من، در بقیه کشورها وقتی نرخ تورم کاهش پیدا میکرد نرخ بهره رو هم کاهش میدادن. خب یک سری از عزیزان بودند، بالاخره حالا به هر دلیلی نور چشمی هستند، این عزیزان همین امروز در این دولت هم در مستر کار هستند و دقیقا دارن همون تصمیمات رو دوباره تکرار میکنند. دقیقا فرمودید اون عزیزان تصمیمشون بر این بود که یک بالاخره یک شلم شوربایی متاسفانه اتفاق افتاد که همه ملاحظه فرمودند که ما سیاست تعویق تورمی و انباشت تورمی و انباشت همزمان فنر تورمی و فنر نرخ ارز رو داشتیم، هر دو همزمان اتفاق افتاد، نقدینگی رشد کرد و کشور به مرحله به نظر من به لبه پرتگاه رسید. و به طوری که من فکر یکی از دلایل بازگشت به تحریم ها رو همین شرایط نقدینگی در داخل کشور می دانم. دقیق می فرمایید، یعنی طرف مقابل فکر کرد که احتمالا در واقع اقتصاد بپاشه، اقتصاد ایران. اما اتفاقی افتاد این بود که بعد از خروج امریکا از برجام یک مقداری رکود حاکم شد و این تخلیه شبه پول به پول که میتوانست در اون زمان صورت بگیره، این تخلیه شبه پول به پول یک مقداری با سرعت کمتر اتفاق افتاد، یک مقدار با تعنی بیشتر اتفاق افتاد و این اتفاق بزرگی بود در اقتصاد ایران که ما به اون فاجعه‌ای که ممکن بود خدای نکرده به وضعیت ونزوئلا یا حتی بدتر از اون دچار بشیم اون وقت ترمزش گرفته شد. دقیق فهمید. خب ما چرا در مورد این مسئله صحبت میکنیم؟ چون جلوی چشممونه که تا سال 97 اعلام میکردن دستاورد تورمی دولت و بعد از اون دیگه این اصطلاحات از واژگان دولت حذف شد و شما ملاحظه فرمودید که هیچ نوع سیاست کنترل تورمی اصلا وجود نداشت. این در واقع تعویق تورمی بود که تا امروز ادامه پیدا کرده. حالا دولت قبل برخلاف اون سیاستی که در دولت اول تدبیر و امید به مردم اینجوری القا می‌کردن که ما دستاورد تورمی داشتیم، در روزهای آخر دولت لجام گسیخته بود و با پاش رو گاز تولید خلق پول گذاشته بود و متاسفانه دولت جدید و سایر نهادهای زیرفت مثل مثلا مجلس یا دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی اینا هیچ دخالتی نکردن که جلوی این رشد شدید نقدینگی رو در ابتدای امسال که همش هم از محل پایه پولی انجام شد بگیرن. و الان ما به شرایطی رسیدیم که دوباره همون حالت معکوس داره شروع میشه و اگر عاقلانه رفتار نشه دقیقا همون اتفاق سال 92 تا 97 مجددا تکرار خواهد شد. اقتصاد چند سالی به رکود میرود و بعد دوباره ما با موج سنگین تورمی و افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم بود. من تریبون رو در اختیار شما قرار میدم، بعد عرض مورد ادامه خواهم داد. خواهش میکنم. بسیار ممنون از توضیحات عالیتون آقای دکتر. آن چیزی که من از سال 92 واقعیتش رو بگم، از سال 91-92 به بعد تا امروز در سیاست های پولی و مالی یا به قول شما حالا سیاست های بودجه‌ای در کشور دارم مشاهده میکنم، اشکالاتی هست در این سیاست ها که باعث میشه درآمدهای غیر واقعی به صورت رانت نصیب یک سری افراد بشه و همین سیاست ها باعث بازتر شدن یا بزرگتر شدن ضریب جینی میشه. یعنی سیاست های ما عمدن یا سهوًا داره به گونه ای اتخاذ میشه که یک سری افراد که دسترسی دارند حالا یا به اطلاعات خاص یا به افراد خاص یا به جای خاصی وابسته هستند میتوانند از این سیاست ها استفاده کنند و درآمدهای نجومی رو کسب کنند و متاسفانه در مقابل به خاطر اون درآمدهای نجومی هم پاسخگو نخواهند بود، مالیاتی هم پرداخت نمی کنند. یعنی ما هم چاپ پول رو داریم، هم درآمدی رو
به افرادی دادیم که از مالیات به راحتی فرار میکنن و در نهایت قشر ضعیفتر اولین ضربه رو میخوره و هر چقدر میریم جلوتر میبینیم که قشر متوسط فقیرتر میشه و اون قشر مرفه اگه مثلا حالا 5 لایه هستن، لایه پنجمش تبدیل میشه به قشر متوسط، ولی 2 لایه اول فوق میلیونر یا فوق میلیاردر میشن و ثروتهای نجومی به دست میارن. این یک آسیب اجتماعی که به نظر من نتیجه سیاست‌های اشتباهی که ما در حال حاضر در دولت داریم. درست متوجه بله شدم من این رو؟ بله کاملا درست میفرمایید. ببینید برخی از افراد، من خیلی ها رو دیدم، اونهایی که مخصوصا خیلی آشنا نیستن با نحوه تصمیم گیری در اقتصاد کشور، براشون عجیبه این سیاست ها چگونه اتخاذ میشه، در حالی که در علم اقتصاد در واقع ادبیات گسترده‌ای در این زمینه وجود داره. دقیق میفرمایید، ما اقتصاد ما از یک مکتب اقتصادی تبعیت میکنه که تحت عنوان کرونی کپیتالیزم شناخته میشه و خیلی ما مقید هستیم که حتما این رو حفظ کنیم، که من ترجمه کردم تحت عنوان سرمایه خواری رفاقتی، البته دیگران ترجمه کردن تحت عنوان سرمایه داری رفاقتی، که اصلا به نظر من این واژه سرمایه داری درست نیست. شما یا سرمایه زایی دارید یا سرمایه خواری. دقیق میفرمایید، سرمایه داری اونجوری ما نداریم. دقیق میفرمایید، کپیتالیزم که در کشور ما به یک لفظ منفی تبدیل شده، در واقع به معنی سرمایه زایی هست و بسیار ارزشمند و ممدوح هست. اونطور خب بعضی ها دارن ماهیگیری سیاسی انجام میدن، اخیرا اسمش رو تغییر دادن، میگن نئولیبرالیسم. من با یک آقایی که خیلی ادعا داشتند و خیلی در این مسئله صحبت میکنن، البته جهت اطلاع فرزندشون هم در مهد نئولیبرالیسم در دنیا زندگی میکنن، من مباحثه‌ای داشتم، ایشون میگفتن که حداقل 20 کتاب میتونن معرفی کنن در مورد نئولیبرالیسم. من واقعا منتظر هستم دوستان برن چک کنم ببینم ما چند تا کتاب داریم در مورد نئولیبرالیسم. و اون چیزی که در واقع قبلا بوده، مکتب نئوکلاسیک و مکتب کلاسیک در اقتصاد بوده و همین کرونی کپیتالیسم. یعنی شاید ما با این عزیز هم در یک جهاتی همسو بودیم، چون که کرونی کپیتالیسم یا سرمایه خواری رفاقتی متاسفانه در هر جایی در دنیا که شکل گرفته ضربات سهمگین وارد کرده. این به چه صورت هست؟ به صورت اقتصاد تبدیل به ملوک و طوایفی میشه، جزیره جزیره میشه، هر جزیره خانی داره. در واقع اروپای ما در ایران 1400 تبدیل شده به اروپای قرون وسطا. در اروپای قرون وسطا قبل از رنسانس، بله قبل از، حالا امیدوارم رنسانسی در کشور ما اتفاق بیفته و این مافیاها و این خانها و این در واقع جنهای خوب جدید کم کم بپذیرند که تمکین کنند به نظر مردم. اما واقعیتی که در کشور ما هست همین قضیه است، یعنی نحوه تصمیم گیری اقتصادی بر اساس تعارض منافع بین گروه های قدرت هست. اینا میان تصمیم میگیرن. الان شما ببینید این ارز 4200 رو، جالب اینجا بود که این ارز مخالفت با ارز 4200 در میان تقریبا قریب به اتفاق اقتصاددانان گسترده بود. در دولت قبل خیلی ها دولت قبل رو محکوم کردن که این ارز 4200 غلط است، اما روزی که بنا شد ارز 4200 رو، نه به طور کامل، به صورت در واقع جزئی یا بخشی هم کنند، بعد من تنها اقتصاددانی بودم شاید در ملأ عام از این طرح حمایت کردم. یعنی هیچ کدام از آن اقتصاددانانی که دولت در واقع انتظار کمک ازشون داشت، هیچ کدام حاضر نشدن به دولت کمک کنن. چرا؟ برای اینکه پوپولیسم حاکمه در کشور. هر کس در پوپولیسم، در عوامگرایی، در تحمیق و تحقیر مردم، هر کس که ید طولانی تری داشته باشه، این فرد در واقع برنده هست. دقت می‌فرمایید، این هست که شما می‌بینید یک جوانانی که توسط پیران انقلاب منصوب شدن، سعی می‌کنند که حالا همون پشت در واقع خنجر بزنن به پشت همونها. آیا نمی‌دونند که این ارز 4200 در اختیار صدک صدام درآمدی قرار می‌گیره، در اختیار پولدارترین پولداران ایران قرار می‌گیره، در اختیار پولدارانی قرار میگیره که در سطح بین المللی هم جزء پولدارترین افراد هستند؟ آیا نمیدانند؟ نه، اتفاقا میدانند و میخواهند که چنین بشوند.
جهت می‌فرمایید. تحت عنوان حمایت از محرومان و حمایت از مستضعفان، کاری که انجام میشه این هست که بنابر این است که این ارز 4200 ادامه پیدا کنه، که رانت میلیارد ده ها میلیارد دلاری که در اختیار این در واقع نور چشمی ها قرار گرفته ادامه پیدا کنه. جهت اطلاع شما، شما در امارات بودید، دیدید که چگونه سرمایه گذاری میشه، منابع رو با چه دقتی سرمایه گذاری میکنن که بهترین زیرساخت های دنیا رو در یک کشوری که اصلا شرایط زندگی واقعا مهیا نیست، در اون کشور بیابانی بی آب و علف، دقت میکنن یک آبادانی به اون صورت به وجود میارن، بزرگترین به عنوان مثال بزرگترین فرودگاه دنیا رو اونجا در دبی تأسیس میکنن. خب حالا شما در ایران چطور هست؟ در ایران در طی 3 سال گذشته 32 میلیارد دلار تزریق شده به ارز 4200. 32 میلیارد دلار. دقت بفرمایید. اگر ما می‌خواستیم راه آهن چابهار سرخس رو تکمیل کنیم، اگر ما می‌خواستیم کریدور شرق به غرب رو از تهران تا کرمانشاه تا خسروی تا موصل تا رقه تا بندر لازقیه ترکیه تکمیل کنیم، اگر ما می‌خواستیم کریدور شمال جنوب رو از رشت به انزلی تکمیل کنیم، اگر ما می‌خواستیم اصلویه و بوشهر رو به راه آهن سراسری متصل کنیم، دقیق بفرمایید، اگر ما می‌خواستیم اصلا کل این راه آهن ایران رو حداقل از نظر باری تکمیل کنیم، من بعید می‌دونم که بالای 10 میلیارد دلار هزینه برمی‌داشت. اگر ما می‌خواستیم پیشرفته ترین فرودگاه‌های ایران رو به وجود بیاریم، اگر ما می‌خواستیم در تمام مثلا شهرهای بالای 1 میلیون نفر شبکه مترو رو تکمیل کنیم، دقیق می‌فرمایید، من بعید می‌دونم که بالای 10 میلیارد دلار برای ما هزینه برمی‌داشت. دقیق می‌فرمایید. اگر ما می‌خواستیم یک شبکه مواصلاتی بسیار پیشرفته شکل بدیم، اگر ما می‌خواستیم اولین بندر اقیانوسی رو در چابهار داشته باشیم، دقیق فرمایید، من بعید میدونم بالای 10 میلیارد دلار هزینه برمی‌داشت، ولی ما 32 میلیارد دلار تزریق میکنیم به نور چشمی ها. بعدم شما میبینید افرادی با رگهای گردن برون زده ادعای انقلابیگری دارند، ادعای مسلمان بودن دارند و با تمام شدت و حدت از این ارز 4200 حمایت میکنن. این مایه شرمندگی است برای من ایرانی، ولی واقعیت این است که تعارض منافع است که در این کشور مبنای تصمیم گیری است و به ندرت وقتی که بزرگترین ثروتمندان نظر دیگری دارند شما میبینید که ممکنه نظر اونها اجرا نشود. من خیلی به ندرت این را دیدم، حتی اگر در ظاهر در ابتدای امر سعی بر اصلاحی باشد، در نهایت جریان امور تغییر خواهد کرد. بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. متاسفانه این استفاده از قوانین سلیقه‌ای خیلی آسیب‌ها به سیاست‌های مختلف، به سیاست‌های پولی ما وارد کرده، به سیاست‌های بودجه‌ای ما. من یک جمع‌بندی کنم تا اینجای صحبت‌های جناب‌عالی رو. بنابراین ما در بازار پول و بازار سرمایه هر دو می توانیم سیاست های انبساطی و انقباضی رو داشته باشیم. هر دوی این سیاست ها می تونند همراستا و یا مجزای از هم با هم اعمال بشوند. سیاست های پولی، سیاست های پولی متولیش بانک مرکزی، بانک مرکزی تصمیم میگیره چه میزان چاپ پول داشته باشه، متناسب با اون دولت هم سیاست های بودجه ایش رو مشخص میکنه و میتونه سیاست انبساطی و یا انقباضی رو در بودجه دولت داشته باشه تحت عنوان سیاست مالی و یا سیاست بودجه ای. حالا وصل کردن این دو تا سیستم به هم آقای دکتر در بازار سرمایه ما تاثیر میگذارد. یعنی چی؟ یعنی ما همزمان با مشاهده سیاست های انبساطی در بازار پول که میتونه ظاهرا، حالا من اینجا میخوام باز هم به یک اصل دیگه اشاره کنم به نام نرخ بهره واقعی و یا نرخ بهره اسمی که اینها هم با هم متفاوت هستند و بازار سرمایه از کدوم یکی از این دو تا تأثیر میگیره. چون ما این رو تا میبینیم که نرخ بهره بین بانکی تغییر کرد، دوستان عزیزی که در بازار سرمایه فعال هستند این نرخ رو بولد میکنن و میان اعلام میکنن که این نرخ بهره بین بانکی باعث مثلا خروج سرمایه از بازار بورس شد، در صورتی که اگر واقعا بخوایم بهش نگاه کنیم اینها میتونن مجزا از هم کار کنن و مکانیزمشون میتونه چنانچه تصمیم گیری درستی باشه میتونه کنترل
کنترل شده و درست اعمال بشه، نه ضربه به بازار پول بزنه و نه ضربه به بازار بورس. میشه لطفاً با همون بیان شیوای خودتون این مکانیزم رو برای ما شرح بفرمایید؟ حتما حتما. ببینید، یک مسئله اول باید خدمتتون اشاره کنم و اون این هست که سیاست گذاری بودجه ای انبساطی می تواند کاملا ضد تورمی باشد یا می تواند کاملا تورم زا باشد. اگر سیاست گذاری بودجه ای انبساطی باشد اما کتری بودجه از محل اوراق تامین بشود، این سیاست کاملا ضد تورمی خواهد بود و حتی ممکنه به رکود کشیده بشه. برعکس، و حتی کراودینگ اوت ممکنه در شرایط عادی اقتصادی اتفاق بیفته، یعنی بخش خصوصی رو اقدام به سرمایه گذاری دیگه نکنن. دقت میفرمایید، این یک نکته است که باید دقت کنیم. اما اگر مثل کشور ما کسری بودجه از محل پولی سازی انجام بشود، حالا این پولی سازی وقتی است که از بانک مرکزی قرض میگیرند، یه وقتی از تنخواهگردان دولت نزد بانک مرکزی رو افزایش میدهند، یک وقتی است که از نظام بانکی قرض میگیرند، بعد نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی در واقع قرض گرفته میشه، یک وقتی است که درآمد نفت دارن یا از صندوق توسعه ملی حساب به حساب میکنن ذخایر خارجی بانک مرکزی یا ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، این طرف چاپ پول توسط بانک مرکزی صورت میگیره، در اختیار دولت قرار میده. بعد دولت ها در طی چند 40 سال گذشته همواره اعلام کردن که ما اصلا کسری بودجه نداشتیم. دقت بفرمایید، نداشتی، کسری بودجه داشتی، کسری بودجه شدید هم داشتی. این که درآمد ارزی رو شما میاد تبدیل به بودجه ریالی میکنی، این هیچ تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی و استفاده از پول پرقدرت و پای پولی ندارد. دقیق میفرمایید، این مسئله رو ما باید مد نظر قرار بدهیم. اما نکته دیگری که هست این هست که الان شرایط اقتصادی ایران چگونه است. واقعیت این است که از ابتدای سال دولت سابق به سیاست های تورمزای خودش افزود و عرض کردم که هیچ نظارتی رو هم نپذیرفت و اتفاقا ناظران هم انگار که در خواب بودند و ندیدند چه اتفاقی افتاد. تا ماه مرداد سیاست انبساطی خیلی شدیدی اتفاق افتاد، در تورم در برخی از کالاها مخصوصا کالاهای اساسی و خوراک و ارزیه و اینها حتی تا حد نزدیک به 100% و در برخی موارد حتی بالای 100% افزایش پیدا کرد و تورم به صورت کلی به حدود نرخ 50% و بالای 50% رسید. من یه چیزی رو اضافه کنم به فرمایشاتتون، ما پی پی آی رو در ایران حوالی 97% داشتیم، پرودوسر پرایس ایندکس رو حوالی 97%، که این با یک لگ تأخیری میتونه وارد بحث مثلا اون سی پی آی یا شاخص برای مصرف کننده بشه و تورم بالای 100% رو میتونه متاسفانه به کشور تحمیل کنه. سرکار خانم محبی، این دو تا مسئله هست. یکی اینکه این پی پی آی که شما میفرمایید در سال 96 در بسیاری ماه ها یا صفر بوده یا منفی بوده. شما ببینید ما از چه شرایطی، ببینید افراط و تفریط، حتی میتونم بگم افراط و تفریط نزد ایرانیان است و بس. یعنی کدام کشور جهان اینطوری برخورد میکنه که در یک شرایطی چنان ادخال رکود میکنه، چنان اعمال رکود میکنه که در سال 96 در بسیاری ماه ها پی پی آی ما، یعنی در کل سال احتمالا پی پی آی من فکر میکنم یا صفر بوده یا مثلا منفیه، مثلا نیم درصد، منفی 1% در این حد، و الان رسیده به یک چیزی حدود 100%. این خب خیلی نکته منفی است. اما یک نکته دیگه هم دقت بکنیم که وقتی پی پی آی شما، یعنی قیمت محصولات در کارخانه، یعنی قیمت محصولات بورسی، شرکت های بورسی، وقتی 100% و 200% 97% رشد میکنه، این حکایت از این داره که وضعیت شرکت های بورسی ناگهان نه به دلیل افزایش کارایی، به دلیل رشد نقدینگی و به دلیل تورم، وضعیت شرکت های بورسی از نظر فاندامنتال مستحکم شده و وضعیت خوبی پیدا کردن. پس بنابراین کسی نیاد بگه که آقای سعدمندی چرا شما مثلا سال 1399 میگفتید بورس گران، سال 1400 میگید بورس ارزان. دلیلش اینه که سال 1399 شاخص بورس بوده 2,100,000، سال 1400 شاخص بورس هست 1,400,000. دقت فرمودید، در حالی که در واقع شاخص سازی شده متاسفانه الان، یعنی واقعیت رو شما ببینید، شرکت ها در عرض دو ماه گذشته بسیاری از شرکت ها قیمت سهامشون 20-30% کاهش پیدا کرده و از اون طرف قیمت فروش به طور متوسط قیمت فروش
محصولاتی چیزی بود 100% افزایش پیدا کرد. در بفرمایید از این شرکت هایی داشتیم که خیلی کمتر فروششون رشد داشته، شرکت هم داشتیم که خیلی بیشتر فروششون رشد داشته. بنابراین الان دیگه نمیتونیم امسال با سال قبل مقایسه کنیم، خیلی متفاوته. سال قبل ما حباب داشتیم، حباب مثبت در بازار داشتیم، مثبت نه از نظر ارزشی، مثبت که یعنی خیلی قیمت سهام رشد کرده بود. الان حباب منفی داریم، یعنی قیمت های سهام در بسیاری مواقع زیر قیمت تعادلی. اما ببینید این که حالا سیاست گذار به این نتیجه رسیده که تورم رو کنترل کنه، به نظر من اگر با مردم می توانست از صادقانه گفتگو کنند، که به نظر میرسه مردم نپذیرند، این متاسفانه واقعیتی است که داره اتفاق میفته. یعنی برداشت مردم این است که همه مسئولین اقتصادی کشور مثلا همه اکثر همشون از یک دانشگاه اومدن، مثلا دارن خب اینا میتونن با هم دانشگاهی خودشون صحبت کنند، میتونن با نزدیکان خودشون، فامیلاشون، بستگانشون صحبت کنن، مردم ممکنه اعتماد کنند. ولی وقتی که شما بیگانه شدید از مردم، خب دیگه قدرت نفوذ کلام دیگه نخواهید داشت، قدرت ارتباط با مردم رو نخواهید داشت. این خیلی خطرناکه. چرا خطرناکه؟ ببینید اگر که ما نرخ بهره کوتاه مدت روزانه رو افزایش بدیم، این از نظر تئوریکی چه ربطی به نرخ سهام نداره. چرا نداره؟ برای اینکه نرخ سهام بستگی به نرخ تنزیل دارد، نرخ تنزیلی که بر جریان نقد آتی اعمال می شود. دقت می فرمایید این نرخ تنزیل در یک حالت دایکاتومی، در یک حالت دوگانگی با نرخ بهره روزانه می تواند قرار بگیرد. اگر دولت می توانست اقناع داشته باشد که متاسفانه ندارد و این مطالب رو بنده عرض می کنم اصلا فکر نمی کنم در عمرشون شنیده باشد، و اگر می توانست یاد کرد رو به صورت هامپ در بیاره یا به صورت نزولی در بیاره، اون وقت در واقع اون نرخ تنزیلی که در جریان نقد آتی شرکت ها باش تنزیل می شد رو می توانست به شدت کاهش بدهد. و این توصیه اکید بنده است و تا حالا این رو عرض نکردم، اولین بار است که در لایو خدمت شما عرض می کنم. دقت فرمودید و می توانست مثلا در واقع قیمت شاخص رو از نظر ارزش ذاتی برسونه بالای 2 میلیون. بله براحتی میشه این مسئله رو انجام داد، به شرطی که دانش کافی وجود داشته باشه، به شرطی که زبان رو متوجه بشون، زبان علمی اقتصاد رو متوجه بشون. خب فعالان بورس هم یه مقداری در این زمینه ضعف دارن، یعنی آشنا نیستن مثلا با یلد کرو چیه، بازار اوراق جریانش چیه، نرخ‌های بهره متعدد، کیفیت نرخ‌های بهره متفاوت، اینها رو و ترم استراکچر یا کرو اینها رو باید یک مقدار آشنا بشون. مطمئنم اگر یک بار آشنا بشون، این همین دوستان ما که الان در بورس ماشاءالله انقدر خوب تحلیل میکنن که از روز اول وقتی به دنیا اومدن که تحلیلگر بازار نبودن، که به تدریج آموختن، امیدوارم این آموزش، این یادگیری ادامه پیدا بکنه و ببینن که میشود شما شرایط در واقع تورم کنترل کنید، شرایط در واقع انقباضی در کوتاه مدت داشته باشید، ولی در بلند مدت و برای نرخ‌های تنزیلی که روی جریان نفت اعمال می شود، مثلا در شرایط فعلی من برداشتم این هست که می شود نرخ کوتاه مدت شبانه رو و نرخ‌های خزانه سه ماهه رو مثلا تا حد 26-27% هم بالا برد و تورم رو کامل کنترل کرد، و از اون طرف نرخ تنزیل بلند مدت رو مثلا نرخ تنزیلی ما ایجاد کنیم، نرخ تنزیل مثلا 5 ساله ایجاد کنیم با نرخ 15%، نرخ تنزیل سال بعد میشه انتهای سال بعد اگر از من مشورت میگرفتند که حالا خوشبختانه یا متاسفانه قطعا نمیگیرند، مثلا در انتهای سال بعد ما میتونستیم اوراق 10 ساله منتشر کنیم با نرخ تنزیل شاید یه چیزی حدود 10%، و به این طریق ما میتونستیم اتفاقا یک مقدارم مثل QE در واقع کوانتیتیو ایزینگی که همین امروز داره در دنیا انجام میشه و اون مسئله تیپرینگی که شما اشاره فرمودید، اگر بعدا فرصت شد خدمتتون توضیح بدم، مثل این میشد که در بازار سهام و در بازار اوراق بلند مدت بانک مرکزی تزریق داشته باشد. بنابراین راهکار برای این شرایط وجود دارد که ما واقعا برسیم به یک شرایطی که هم اقتصاد بهره‌مند و بهره‌ور بشود و هم بازار سرمایه خوب رشد کند و هم تورم کنترل شود.
درست. خواهش شما. آقای دکتر، یه موضوعی رو اشاره فرمودید در رابطه با بحث کسری بودجه. حالا تا اونجایی که من خوندم و حالا اطلاعات دارم و فکر میکنم سمت و سوی صحبتهای جنابالی هم معمولا به این سمت هست که تقریبا تنها راه تأمین کسری بودجه همین انتشار اوراق هست، ولی متاسفانه اتفاقی که در یعنی ایران از منظر اینکه بخواد کسری بودجهش رو تأمین کنه درسته، داره راه درستی رو میره و همون انتشار اوراق هست، ولی هم از نظر زمان، هم از نظر نرخ و هم از نظر نحوه و هم از نظر میزان دولت دچار یک رخوت شده. یعنی من فکر می کنم که ابزار درست رو در محل نامناسب در جای مناسب با روش نامناسب داره استفاده میکنه. دقیقا برمیگردیم به همون مثال که چاقو فزات چاقو ابزار بدی نیست، میشه برای جراحی ازش استفاده کرد، میشه برای قتل ازش استفاده کرد. همون چاقو رو ما اگر بحث اوراق، انتشار اوراق در نظر بگیریم، به جای جراحی داره دست به قتل میزنه و داره مثلا حالا بازار سرمایه رو میکشه، اعتماد رو از بین میبره. به جایی میرسیم که جنابالی به عنوان یک اقتصاددان میایید میفرمایید که مردم الان اعتمادی به سیاست های دولت ندارن و این هم میشه نتیجهش، افرادی هستن که به خاطر سیاست های نادرست در زمان نادرست، یا حالا بگیم مثلا سیاست های درست در زمان نادرست، مجبور هستن که سرمایه های خودشون رو از این بازار خارج کنن و متاسفانه هر بازار سودده منفعتی برای دولت میبینیم، مثل بازارهای تولیدی، مثل بخشهای مولد اقتصادی، همه اینها به گونه زخم خورده این سیاست های اشتباه هستن متاسفانه. بله احسن، کاملا درست میفرمایید، کاملا درست میفرمایید. ببینید من عرض کردم خدمتتون، ببینید ما اگر که ریزبینی نداشته باشیم، اگر دقت نداشته باشیم، اگر از تجربه بشری استفاده نکنیم، اگر علممون رو بالا نبریم، خب نمیتونیم مسائل حل کنیم. دقت فرمودید همین کرونا هم چجوری حل شد وقتی که ما از علم و تجربه بشری استفاده کردیم، تا روزی که میگفتیم هنر نزد ایرانیان است و بس، دیدید که دچار مشکل شدیم دیگه. بله این واقعیت همه دنیاست. اگر اون یک کشوری هم شما میبینید به راحتی میتونه مثلا واکسن کرونا تولید کنه، خب واکسن کرونا شو آقا و خانم ترک مثلا اومدن، اهل ترکیه اومدن درست کردن دیگه، خب اونم در رو به روی دنیا باز کرده که میتونه استفاده کنه. من مسائل مثلا برجام نیست، مثلا FATF نیست، اینا رو من فرعی میدونم. ما خود تحریمون انقدر شدید، سوء مدیریت داخلمون انقدر شدیده که اصلا اون مسائل در لایه های بعد میتونه مطرح بشه و اگر ما در داخل قوی بشیم، اقتصاد داخلمون قوی بشه، اونجا هست که ما قدرت مذاکره در خارج هم خواهیم داشت. من اینا واقعیت هست، ولی خب خیلی بد داره عمل میشه. شما در مورد اوراق میبینید که عرضه نمیکنه، همین الان 7 تا عرضه نشد، عرضه نمیکنه، یه دفعه 50,000 میلیارد تومان، یه دفعه 30,000 میلیارد تومان. خب این آخه یعنی چی؟ آخه اینها باید هفته یک بار باید یک سری اوراق منتشر بشه، برنامه انتشار اوراق برای چند سال آینده باید تنظیم بشه، میزان کسری که باید مشخص باشه، دقت میکنم، این برنامه منسجم باید ریخته بشه. متاسفانه هیچ کدوم از اینها نیست. خب طبیعیه که این صدمه میزنه به بازار. سیاست انبساطی، بسیار انبساطی. من چرا در ماه تیر اعلام کردم که ریزش بازار تمام شد؟ حتی ملاحظه فرمودید علارغم ریزش های جدید، علارغم اینکه من خودم به شاخص برای اولین بار، من از سال 1371 که حالا در بورس اوراق بهادار تهران حضور داشتم، برای اولین بار من به شاخص بی‌اعتماد شدم. دقیقا من نمیتونم درک کنم این شاخص چطور مثلا 10% میاد پایین در حالی که سهام های عمده بازار مثلا 20% 30% 30% میشه. بله اینا واقعیت هست، باید توش برسیم. تا کی میخواید با مردم بازی کنید؟ تا کی؟ یعنی باید توضیح بده، حتی اگر که شاخص درست محاسبه شده باید توضیح بده. نمیشه اینجوری ادامه داد. دقت میفرمایید اعتماد مردم که از دست بره، که متاسفانه با اعتماد مردم و از سال گذشته تا امروز در عرصه اقتصادی متاسفانه بازی شده، خب طبیعیه که نتوانیم سیاست گذاری کلن به صورت کلی اصلا سیاست گذاری داشته باشیم. طبیعی است که در این شرایط مردم که اوراق رو نمیخرن، که باید شما به بانک ها بفروشید، بانک ها نمیخرن، باید اجبار کنید بانک ها رو بخرن، یعنی همون خلق پول. و حتی جالب اینجاست، امروز من جایی شنیدم
که گفتن که نه فقط به بانک ها اجبار کردن که این اوراق رو بخرن، بلکه در بودجه هم آوردن و بانک بله مرکزی رو موظف کردن، بانک مرکزی رو موظف کردن که منابع رو در اختیار بانک ها قرار بده، یعنی کاملا از این اوراق هم در جهت پولی سازی استفاده کردن. دقیقا آقای هرچند دکتر، به به میزان دلیل 3% از سرمایه های مردمی. بله، نه اون بحث دیگه است، اون رو بله نه اون مشکلی نداره. ببینید این که درصد تعیین بشود در پورتفولیو منیجمنت بانک ها، در مدیریت سبد دارایی بانک ها خیلی از جاهای دنیا معمول است. حتی شما تازگی شنیدید بعضی از این صحبت ها میکنن، بازم عمق مطلب رو نمیدانند، مثلا در مورد هدایت اعتبار و هدایت نقدینگی و اینها صحبت میکنند. این اینجوری هست که در واقع برای مدیریت ریسک بانک ها و برای اعمال سیاست گذاری کلان اقتصادی خیلی وقتا میان درصد تعیین میکنن، مثلا میگن در بخش کشاورزی مثلا بین 5 تا مثلا 20 درصد شما بانک ها باید وام بدهن، یا بخش های دیگر. و این 3 درصد هم خب خیلی کم است، معمولا یه چیز حدود 20 درصد دارایی بانک ها باید اوراق باشد، منتها با اوراق انجام نمی شود، ولی به صورت غیر مستقیم و غیر شفاف و غیر سیاد و غیر جاری شما میبینید که بانک ها وام ها رو در اختیار دولت ها قرار میدن و دولت ها هم در خفا اینها رو مصرف میکنند و ایجاد تورم میکنند بدون یک کسی بداند در فقط این بخش‌های سرمایه. غیر مولد. بله دقیقاً. بله. ولی از اون طرف شما میبینید که عرض کردم وقتی اوراق هم داره منتشر میشه، حالا این اوراق آیا این انتشار اوراق به ضرر بازار سرمایه است؟ خیر، این تورم زاست. من به شدت مخالف تورم هستم به عنوان یک اقتصاددان، ولی اینا هم متوجه میشم که سیاست اگر تورم زا باشد بازار سرمایه ضربه نمیبینن. هنر این است که شما شرایط تورمی رو کنترل کنید، بازار رو هم رشد بدهید. من خدمت شما عرض کردم کاملا ممکن است. چگونه ممکن است؟ همین اوراق رو میشه ما منتشر کنیم زمانی که ریسک پذیری از اقتصاد و به خصوص از بازار سرمایه رخت میبنده، شما میتوانید اوراق منتشر کنید، از محل اوراق برید بازار سهام رو تقویت کنید، یعنی برید سهام خریداری کنید. میشود این کارام انجام داد، یک مقدار پیچیدگی داره، یک مقدار ممکنه خود برکرده فساد داشته باشه که باید با شفافیت جلوی اون فساد رو هم گرفت. یعنی مثلا صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار خوشا به سعادت اون افرادی که در صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار مسئولیت دارن. خب اینا میدونن کدوم سهام قرار برن بالا، کدوم سهام قرار بیارن پایین، کدوم سهام میخوان بخرن، کدام دستگاه امنیتی و کدام دستگاه کنترلی میتونن اینها رو از استفاده از این منابع عظیم اطلاعاتی باز دارن. دقیق میفرمایید. من امروز یک عزیزی به من گفت که یک محاسباتی انجام دادند و نشون میده که بحران سرخطی گذاری در بورس ایران چقدر فاجعه بزرگی. یعنی مثلا شما میگه که در یک روز صفای فروش تشکیل شده، ده ها هزار نفر در صف فروش هستن، دو نفر اومدن سرخطی گذاشتن اول صبح و اونها توانستن بفروشن و بقیه مردم نتوانستن بفروشن. یعنی همون رانت بازی و رانت خاری و سرمایه خاری رفاقتی که شما میبینید در کل اقتصاد کشور هست، به خصوص در سیاست های ارزی هست، الان در بازار سرمایه هم همین هست. من حتی از من مشورتی گرفته میشد در زمینه بازار سرمایه، عرض کردم من نمیتونم ادامه بدم چون به نظر بنده این دستمزدی که دریافت میکنن مسئولان بازار سرمایه شوپناکه. آخه چقدر اجحاف میشه به مردم و شما چشمتون رو بستید و میگید انشالله گربه هست. من نمیدونم آخه تا کجا میخوایم اینو ادامه بدیم. این ضعف‌های مدیریتی و این چشم پوشی از مظاهر عیان فساد، مطمئن باشید که هزینه های بسیار سنگینی رو به اقتصاد ایران متاسفانه تحمیل خواهد کرد. من در خدمت شما هستم. آقای دکتر، اگر لطف بفرمایید با توجه به اینکه حالا حدود 1 ساعت هم گذشته، ساعت 11 شده و من نمیخوام بیش از این مزاحمتون بشم، از طرف بحث انقدر شیوا و روان دارید توضیح میدید که خود من دارم واقعا استفاده میکنم و ممنونم، یه توضیح کوتاه در رابطه با تیپرینگ و تفاوتش با سیاست های انقباضی بفرمایید، و اگر موافق باشید من چند تا از سوال هایی که دوستان گفتن رو بیارم و کامنت ها رو باز کنم که چند تا از سوال ها رو هم پاسخگو باشیم اگر ممکنه. بله بسیار سپاسگزارم. اتفاقا این تنها موردی بود که من اشاره نکردم و میخواستم در این لایو بهش اشاره کنم. ببینید سیاست بانک مرکزی امریکا از ابتدای بحران کرونا تا امروز سیاستی بوده که به شدت چی بوده؟ به شدت انبساطی بوده. به طور متوسط ماهی 150 میلیارد دلار به بازارها تزریق شده. ماهی 150 میلیارد دلار دوستان خود زبط در 12 بکنن، میشه سالی یک چیزی حدود
1800 میلیارد دلار که در طول تاریخ بشر بی سابقه است، این حجم از انتشار پول و خلق پول. و حالا که مثلا حدود داره میشه 2 سال که از این بحران گذشته، یعنی یه چیزی حدود 3.5 تا 4 تریلیون دلار به بازارها عرضه شده. برخی از دوستان تصورشون این بود که وقتی تیپرینگ آغاز شد یعنی اینکه سیاست انقباضی شد و معکوس شده. نه، چنین چیزی نیست. یعنی پا گذاشتیم رو ترمز، اونم خیلی آروم. 120 میلیارد دلار رو الان رسوندن به 105 میلیارد دلار. ماه بعد 15 میلیارد دلار دیگه کم می‌کنم میشه 90 میلیارد دلار. ماه بعد دوباره 15 میلیارد دلار دیگه کم می‌کنم میشه 75 میلیارد دلار و به همین صورت جلو می‌رم. دقت فرمودید؟ حالا مسئله اینجاست که چه زمانی بازارها به این مسئله واکنششون میدن؟ هیچ کس نمیدونه. ممکنه مثلا وقتی که تزریق به یک چیزی حدود مثلا 50 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار اینها رسید، ناگهان شما ببینید که بازار کریپتو مثلا سقوط کرد، بازار مثلا سهام سقوط کرد. یا یعنی اینکه نه، ممکنه این مسئله تیپرینگ به اتمام برسه و به یک شرایط خونسا برسیم، نه انبساطی داشته باشیم نه انقباضی داشته باشیم، دیگه خلق پولی انجام نشود، مدت ها ممکن است به این شرایط بشه ادامه داد. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین تیپرینگ به معنی سیاست انقباضی نیست. دقت می‌فرمایید؟ اگر این اتومبیل، این خودروی سیاستگزار پولی داره از تهران میره کرج، این همچنان داره به مسیر خودش به سمت کرج ادامه میده. اون تا پا گذاشته رو ترمز، یه مقدار سرعت رو به تدریج داره کم میکنه تا به جایی برسه که دور بزنه و برگرده. بعید اقتصاددانی باشه که معتقد باشه که سیاست انقباضی زودتر از سال 2023 آغاز میشود. و همین است که شما میبینید که رونق مثلا در بازار رمز ارزها و در بازارهای بورس تقریبا تا حدودی ادامه دارد. دقت می‌فرمایید؟ و ممکنه تا 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 1.5 سال دیگه این رونق باز هم ادامه پیدا بکند. بستگی به این داره که چه زمانی بازار توجیه بشود که شرایط گذشته تغییر کرده است. من فقط یک نکته هم عرض کنم. من چندین بار عرض کردم خدمت افرادی که از روی دلسوزی عرض کردم، خب توهین هایم شد، بالاخره من هم میبخشمشون، بالاخره این جهالت این مسائلم داره دیگه. من توصیه کردم که بازار کریپتو داره سود خوبی میده، از این به بعد سیو سود کنید. تعداد زیادی پیام کامنت در کانال من گذاشته بودن که تو گفتی میریزه، بعد این سیو سود کنید یعنی حالا فعلا ادامه داره عزیزان من، استفاده کنید از این شرایط. دیگه بیشتر از این خدمتتون توضیح نمیدم، در خدمتتون هستم با سوالات. خواهش میکنم. من سوالی رو نشون دادم که جناب عالی پاسخ دادید در رابطه با دیدگاه آقای پاول بود که سیاست های تیپرینگ به چه صورت خواهد بود. آقای دکتر یک سوال دیگه دارم اینجا که با نرخ دلار رو شما در چه محدوده ای اگر سیاست ها فعلا ادامه داشته باشه، یعنی اگر شرایط کشور در همین حالت فعلی باشد، بحث برجام همچنان عدم شفافیت رو داشته باشیم، کسری بودجه همچنان ادامه داشته باشه، انتشار اوراق همینطور باشه، نرخ دلار رو در چه محدوده ای پیش بینی میکنید و در مقابل شاخص بورس رو فکر میکنید که ما رشدی رو در بورس خواهیم داشت یا خیر؟ بله، این بستگی به نوع اطمینانی الان در اقتصاد ایران بسیار بالاست. ببینید حجم پول به شدت رشد کرده، بالا رفته امسال. عرض کردم خدمت تو خودتون فرمودید شاخص پی پی آی مثلا 97% رشد کرده. اینها از نظر فاندامنتال داره بورس رو تقویت میکنه. ولی خیلی راحت همونطور که بورس در سال 99 اوور ولیو بود، در سال 96 هم به شدت آندر ولیو بود. دقیق میفرمایید؟ همون زمان سال 97 من یک نامه نوشتم جناب آقای دکتر لطفی بخشی از اساتید برجسته اقتصاد و عضو انجمن اقتصاددانان امضا کردند و ما این نامه رو منتشر کردیم که همه بازارها تقریبا اوور ولیو یا در سطح اوور ولیو، یعنی که بیش از ارزش هست یا در ارزش خودشون هستن، ولی بازار بورس کاملا آندر ولیو است و توصیه کردیم منابع به سمت بازار بورس منتقل بشود و که تا حدی دولت توجه کرد، ولی هیچ وقت من به عنوان اقتصاددان خدمت شما عرض میکنم هیچ وقت ندیدم دولت گذشته و تا امروز دولت فعلی به نظر اقتصاددانان حداقل به نظر خود بنده توجه کامل داشته باشه. توجه میکنه نصف نیمه و بعد هم میگن چرا نتیجه نگرفتیم. خب معلومه نتیجه نمیگیریم. دقیق میفرمایید الان بازار بورس داره از نظر فاندامنتال تقویت میشه.
داره پتانسیل پیدا میکنه برای اینکه رشد کنه. چقدر ممکنه در شرایط رکودی بمونه؟ ممکنه چند سال در شرایط رکودی بماند، دقت کنید، یا ممکنه همین فردا شروع به رشد کنه. بستگی به سیاست های اقتصادی و بستگی به پالسا و سیگنال هایی داره که مسئولان محترم میدهند. وقتی که مسئول محترم ما حداقل سرمایه مورد نیاز برای سبدگردانی رو از 4 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان افزایش میدهند، و بعد همین عزیزان در کانال اینستاگرامی بنده حضور پیدا میکنند و اینطور عنوان میکنند که اگر پول نداری برو شریک جذب کن و اون وقت بیا سبدگردانی مجوز بگیر. من اصلا به مجوز سبدگردانی شما در این شرایطی که احتیاجی ندارم، سرمایه خواری رفاقتی خودتون برای خودتون، دقت میفرمایید. این وقتی ولی چه سیگنالی داره به بازار میده؟ سیگنال به بازار میده که ما کسی رو دعوت نمی کنیم به بازار. تا وقتی که چنین سیگنال هایی به بازار داده میشه، مطمئن باشید وضعیت اصلاح نخواهد شد. دولت به نظر من میتواند از نظر تئوریک، از نظر نظری، در عرض یک هفته اعتماد رو به بازار برگرداند، ولی نه با این طرز فکر امروز. بله. که میاد شرکت کجای دنیا، سرکار خانم محبی، شما که در کشورهای دیگر زندگی کردید، اصلا برای شما قابل تصور هست که بیان بگن شرکت مثلا سرمایه گذاری خاصی بزنی، شرکت مثلا سبدگردانی خاصی بزنی، صندوق خاصی بزنی، متراژ آپارتمانی که اجاره میکنی باید اینقدر باشه، ما باید بپسندیم؟ نقدر فرمودی؟ خب این برای این هست که نمیداند که بر چه نظارت بکند. بله. اگر میدانست برچه نظارت کنن تا آقا متراش بشه، درد ما میخوره، اصلا کی میره وارد اون دفتر بشه؟ دقیق میفرمید آخه اینقدر به ابتذال بکشیم ما نظارت بر نهادهای مالی رو و این وضعیت ادامه پیدا کنه. تا وقتی این هست به نظر من خیلی سخته که اعتماد بازار برگرده. ولی همین امروز من خدمت شما عرض کنم، دولت میتواند یک برنامه مشخص انتشار اوراق اعلام کند، دولت میتواند سیاست های حمایت از بازار سرمایه رو اعلام کند، دولت میتواند در عرض یک هفته سرخطی این فاجعه فضاحتبار منتظر سرخطی گذاری رو از بین ببرد، دولت میتواند شفافیت رو افزایش بدهد، دولت میتواند بازار ما رو به یک بازار حلال تبدیل کنه. مگر ما ادعا نمی کنیم کشور اسلامی هستیم؟ چرا اجازه نمیدیم که این بازار حلال باشه؟ دقیق می کنیم چرا اجازه نمیدیم بازار عادلانه باشه؟ اگر این کار انجام بشه خیلی سریع ممکنه برگرده، ولی من در این مسئولین فعلی این عزم و جدیت رو نمی بینم. خیلی از این افرادی که مسئولیت گرفتن در مسائل اقتصادی افرادی بودن که عضو یک گروهی بودن که تحت عنوان دیدبان شفافیت، و به محض اینکه به قدرت رسیدند اولین چیزی که به نظر میرسه فراموش شده شفافیت است. و من هم افتخار میکنم که با این دوستان وقتی که خارج از قدرت بودند و در زمینه شفافیت صحبت میکردند من هم پشتیبانی میکردم، و الان هم شرمسارم که همین عزیزان به محض اینکه به قدرت رسیدند فراموش کردند. در زمینه تاثیر کسب و کار صحبت میکنی، بعد حداقل سرمایه شرکت سبدگردانی رو افزایش میدهی، فکر میکنی مردم کور هستن نمیبینن؟ آخه ما تا کجا این سهامداران، شما میبینید از پارسال تا الان چقدر بلا به سر سهامدارا آوردی، دقیق میفهمی چقدر تلاش در مقابل چقدر تلاش شده که اعتماد رو دوباره برگردن؟ خیلی کم. عرض میکنم اگر اعتماد برگرده بازار سهام به راه خودش ادامه میده، برداشت من هم این هست که تا آخر سال شاخص از نظر ارزش ذاتی چیزی حدود 2 میلیون هست، اما خیلی راحت نه در ایران در تمام دنیا ممکنه که شاخص 50% قیمت سهام 50% زیر نرخ تعادلی یا 50% بالای نرخ تعادلی باشه. یعنی در شرایط رکودی ممکنه تا 1 میلیون هم یه وقت کاهش پیدا کنه، در شرط رونق ممکنه که مثلا شاخص تعادلی باشه 2 میلیون تا 3 میلیون هم رشد کنه. دقیقاً من توصیه ام اینه که دولت از این بازار سرمایه استفاده کنه. به مهمترین ابزاری که به نظر من در جهت اصلاحات اقتصادی در اختیار بازار سرمایه است. اگر این قیمت گذاری های دستوری و تعزیراتی، تازگی ها دیگه قبحش ریخته، در اخبار هم اعلام میکنه قیمت تعزیراتی، بعد اعلام میکنه که شما بیاید در وبسایت ثبت نام کنین، ما مرغ میفرستیم در خونتون، فقط هم در شهر تهران و کرج و حالا یک شهر یا دو شهر دیگر.
یعنی مثلا مردم سیستان، روستاهای کشور، مردم بشاگرد، اینها حقی ندارن که از این قیمتهای تعزیراتی به قول شما بهره مند بشوند. دقت میفرمایید، اینها را اگر که دولت کنار بگذارد، تغییر سیاست بدهد، تغییر جهت بدهد، هم بازار سرمایه ما وضعیت خوبی خواهد داشت، هم قیمت ارزی که شما فرمودید رو می شود کنترل کرد. البته من برداشتم این است که در حین مذاکرات حداقل بخشی از منابع ارزی رو با اصرار دولت آزاد بشود و بلافاصله در بازار تزریق بشود و مثل اون 32 میلیارد دلار اینها رو هم به باد خواهیم داد در بازار و نرخ رو برای مدت کوتاهی کاهش خواهیم داد. این احتمال هم می رود، عزیزان جدی بگیرند. بله، اگر ارزی تزریق نشود، اگر مثل امروز 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه باز با کمبود منابع مواجه باشیم، بله قیمت ارز بالای 30 تومن خواهد بود. حالا بیشتر از این من دیگه نمیخوام اشاره کنم، بالای 30 تومن خواهد بود. اگر هم تحریما برداشته بشه و بخوان اون سیاست های مخرب 50 سال گذشته را ادامه بدهند، می توانند قیمت ارز هم در کوتاه مدت تا 20 تومن هم کاهش بدهند که به آبادانی در جهان می انجامد. شاید دولت ما بنا بر آبادانی در جهان داره قیمت ارز می تونه کاهش بده. بازار ملک دبی رشد خواهد کرد، بازار ملک استانبول رشد خواهد کرد، به کشورهای همسایه کمک میکنیم، بخشی از منابع به امریکا منتقل میشه، به کالیفرنیا منتقل میشه. اگر هدف دولت این باشه که سیاست مخرب 50 سال گذشته رو باز هم ادامه بده، بله میشود ادامه داد. بسیار ممنون. من یک چیزی رو میخوام حالا اضافه کنم به فرمایشات کامل جناب عالی، اون هم این که شاید در حال حاضر دولت به هیچ چیزی به اندازه اعتماد مردم نیاز نداشته باشه. یعنی اگر دولت بتواند مجدد سمت و سوی رو پیش بگیره که اعتماد مردم مخصوصا در بخش حالا سرمایه رو داشته باشه، خود مردم میتونند کمک کنند و کشور رو از این وضعیت بحرانی خارج کنند. احسنت بر شما، دقیقا همینطور هست. الان همین امروز رو ببینید، برخی میگن که چرا الان سوالی که شما فرمودید یک تصحیح من باید انجام بدم. برخی تظاهر میشونه که بانک مرکزی داره نرخ بازار بین بانکی رو افزایش میده. دقت فرمودید، در حالی که بانک مرکزی داره تزریق میکنه در بازار بین بانکی. اما این تزریق خیلی شدید نبوده که نرخ رو کاهش بده. در واقع تقاضا برای در واقع ذخایر بازار بین بانکی خیلی شدید بوده. یعنی شرایط تورمی خودشو تحمیل کرده به بازار بین بانکی. خب اگر فعال بورس ما این مسائل رو درک نکنه مشکل میشه، اگر سیاست گذار ما این مسائل رو درک نکنه مشکل میشه. دقت میفرمایید، بنابراین یک شرایطی ممکنه به وجود بیاد که همه صدمه ببینند و دولت نتواند سیاست گذاری انجام بدهد. از اون طرف اگر مردم به دولت اعتماد کنند، مثلا برخی از منابع عظیمی که در بانک ها پارک شده، در سپرده‌های هزینه‌زای بانک ها پارک شده رو اگر صرف خرید اوراق بکنند، خب برعکس میشه، تقاضا برای اوراق افزایش پیدا میکنه، قیمت اوراق افزایش پیدا میکنه، نرخ اوراق کاهش پیدا میکنه، اون وقت از این منظر هم بازار بورس میتواند رشد بکند. بنابراین همین اوراق میتونه یک ابزاری برای رشد بازار باشد به انواع مختلف. دقت میفرمایید، همین که سپرده های هزینه ازای بانک ها به اوراق تبدیل بشود، یعنی شبه پول به پول تبدیل میشه. این تبدیل شبه پول به پول هزینه دهره بانک‌ها هم کاهش میده. یعنی میشه شرایطی به وجود بیاد که شما میبینید که حتی اگر تحریم باشه، حتی اگر روابط ما با خارج قطع باشه، شما میتوانید شرایطی به وجود بیاورید که نرخ تورم بسیار پایین، نرخ رشد اقتصادی بسیار بالا. یعنی همون شرایطی که در دهه 1340 شمسی در ایران تجربه شده، ما میتونیم همونا رو به وجود بیاوریم. بله میشود به وجود آورد، منتها نه با این ذهنیت های امروزی که تخیل میکنن که تعزیرات میتواند جلوی نرخ تورم را بگیرد. خب برید جلو با تعزیرات رو تشدید کنید ببینید چی میشه. رژیم سابق به همین دلیل سقوط کرد. فقط یکی از دلایل عمده این بود که به شدت سعی کردن رفتن به سمت تعزیرات. اون زمان بالاخره با کسبه در افتادند و در نهایت هم شکست خوردند. با این تفاوت آقای دکتر،
با این تفاوت بله که در اون موقع دسترسی به اینترنت و اطلاعات آزاد زیاد نبود، منتها الان دانش افراد جامعه، یعنی الان بخواید در نظر بگیرید سواد عمومی جامعه به مراتب بالاتر از مثلا 40 سال قبل به خاطر اطلاعاتی که از طریق اینترنت هست. همین دانشگاه هایی که در کشور هستن، افرادی که دانشجو هستن، الان دیگه کم سوادترین فرد کشور حداقل دیگه تا مقطع لیسانس رو درس خونده و با یک سری مباحث آشناست. بنابراین این اطلاعات میتونه در بعضی موارد بیاد به کمک دولت، دولت میتونه از افراد عادی هم کمک بگیره و در نهایت ما دلسوز در آحاد مردم هم کم نداریم. ساعت باشه. بله کاملا درست میفرمایید. بسیار من ممنون. در خدمت شما هستم. یه خواهش سوال میکنم دیگه آقای ای دکتر، هست؟ خیلی فکر میکنم حدود 11:30 شده تقریبا و سوالها زیاده. من میخوام همین الان از شما قول بگیرم که مجدد در خدمتتون باشیم، صحبت هایی که کافی، یعنی فرصت کافی نداشتیم و در حالا هفته های آینده من مجدد از جناب عالی یک وقت میگیرم. مخصوصا دوست دارم در رابطه با بحث بودجه 1401 صحبت کنیم که دولت قول داده که بسیار واقع بینانه این رو بنویسه و تا حالا هم داریم نشانه هاش رو میبینیم که حالا دلار رو دارن، نرخ دلار رو دارن نزدیکتر به ریالش میکنن، درآمدها رو واقعی تر میکنن. در رابطه با بودجه سال 1400 و کسری که حاصل شد و بودجه سال 1401، دوست دارم مجدد با هم یک لایوی رو داشته باشیم و پاسخگوی عزیزان باشیم. حتما بسیار سپاسگزارم از مدیریت خوب این لایو که شما زحمت کشیدید، داشت به سوالی بسیار خوبی که مطرح فرمودید. ما البته کانال دیگری هم داریم، کلینیک اقتصاد هست، که اخیرا به وجود آوردیم که نظرات اقتصاددانان برتر دنیا رو اونجا منعکس میکنیم و اگر دوستان خواستن اون کانال رو هم دنبال کنن، اگر زمان صلاح تونستید، این دفعه که نشد دفعه بعد با کانال کلینیک اقتصاد هم بالا میاییم. در کلینیک اقتصاد اما مشاوره سرمایه گذاری و مشاوره مالی و تأمین مالی به همراه در واقع آموزش های بروز، یعنی من شاید برای اولین بار در ایران، در کشوری که کتاب 40 سال 50 سال پیش آقای برنسون به عنوان منبع درس اقتصاد کلان در مقطع برای آزمون دکترا مطرح هست، خدا را شکر میکنم که دو کتاب اول اقتصاد دنیا، اقتصاد کلان دنیا، یعنی کتاب های منکیو که در آخرین ویرایشش در سال 2019 بوده و کتاب های بلانچارد که آخرین ویرایشش در همین سال 2021 بوده رو خدا را شکر در حدود 130 ساعت تا 2 هفته دیگر به اتمام میرسونم و دوستان رو دعوت میکنم که اینها رو در واقع ملاحظه بفرمایند و از حرکت ما که در جهت تعمیق دانش اقتصاد در برهوت علم اقتصاد در ایران هست لطفا حمایت بفرمایند. من البته کاندید هم شدم برای انجمن اقتصاددانان، اما خود دو گروهی که بالاخره دارن لیست میدهند توفیق ندارم که در لیست اینها باشم. بله بالاخره دیدم آقای، نظرات اتفاقا تعجب کردم آقای دکتر، چون من هم جز گروه هستم ولی اسم جناب عالی رو ندیدم، متاسفانه جز لیست ندیدم اسمش جناب عالی رو. بله اشکالی نداره، ما حالا بالاخره شرکت میکنیم، تلاش میکنیم، یک زمانی شما میبینید که نتیجه خواهد داد. مطمئن باشید که بنده به تلاش خودم ادامه خواهم داد و مطمئن باشید با در واقع ابتذال در علم اقتصاد، با عوام فریبی که متاسفانه در تمام این سالها انجام شده، تا اونجا که بتوانم و از دستم برآید، حتی اگر تنها هم بمونم، مقابله خواهم کرد. خیلی سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار بنده قرار. آقای دکتر فقط قبل از اینکه تشریف ببرید من با شما خداحافظی کنیم، آقای مهندس شاهروخی ظاهرا سوالی رو پرسیدن که من سوالشون رو ندیدم، ولی کن حالا اگر مجدد سوال رو بفرمایند که من از شما بپرسم و اینکه من هم آدرس پیج کانال اقتصادیتون رو و هم آدرس شخصیتون رو پین میکنم که دوستانی که علاقمند هستن که شما رو فالو کنن حتما اینو داشته باشن و بهتون هم قول میدم دوستان عزیزی که همراه ما هستید، اطلاعاتی که در کلینیک اقتصاد میبینید اطلاعات بسیار مفیدی هست و آقای دکتر سعدوندی به صورت پرکتیکال این اطلاعات رو استفاده کردند، یعنی صرفا بحث آکادمیکش رو نخوندن، اینها رو به صورت اجرایی پیاده سازی کردند و وقتی که فردی هم علمش رو داشته باشه و هم عملش رو به مراتب بهتر از افرادی که صرفا به صورت استاد میان آموزش میدند، خب دید متفاوت هست.
آقای دکتر، آقای بله چهارمی پرسیدن فدرال رزرو ممکنه سرعت تیپرینگ رو افزایش بده، یعنی به بالای 500 میلیارد دلار برسه. اینو میگن امکانش هست آیا چنین اتفاقی بیفته یا خیر؟ بله، سرعت تیپرینگ یا سرعت کاهش، یه پر در یک لایو دیگه هم عرض کردم، تیپرینگ یعنی دقیقا از بادی بیلدینگ اومده. این آدمایی هستن که شونهشون خیلی بله بزرگ یا شکم انقدر اینجوری مسلطی هستن. این تیپرینگ قیف، دقیقا فهمونید تیپرینگ یعنی قیف، یعنی از بزرگ به کوچیک. خب قرار است عرض کردم 15 میلیارد دلار در ماه کاهش بدهند این مقدار تزریق رو. آیا ممکنه این سیاست تغییر کنه؟ بله ممکنه تغییر کنه. آیا احتمال زیاده؟ بعید میدونم، چون آقای پاول در قدرت موند. دقت میفرمایید، اگر شما دقت میفرمودید یعنی ملاحظه میکرد اخبار رو قبل از اینکه آقای بایدن مجددا آقای پاول رو منصوب کنه، که خیلی تعجبم کردن، چون آقای پاول دیگه یکی از دوستان آقای ترامپ بود که وقتی به در واقع منصوب شد. ببینید خود، ببین استقلال بانک مرکزی رو یاد بگیریم دیگه دوستان. بالاخره کشور دیگه هم هست، میشه از حتی از کشوری که با ما تخاصم داره ما یاد بگیریم. در میفرمایید بانک مرکزی اونجا انقدر مستقله که وقتی آقای پاول منصوب شد، بعد آقای ترامپ که بهش دستور داد اطاعت نکرد، و الان آقای بایدن همون آقای پاول رو مجددا منصوب کرده. افتخار قبل از کردن. اینکه آقای پاول ابقا کرد، قبل از اینکه آقای پاول ابقا بشه چه اتفاقی افتاد؟ نرخ مثلا دلار شروع کرد افزایش پیدا کردن، ولی بعد از اون دوباره برگشت به سطح سابق. دقیق میفرمایید، برداشت من این است که چون مسئول سیاست گذار پولی، البته خودشون شخصا تصمیم نمیگیرن، در FOMC تصمیم میگیرن، فدرال اوپن مارکت کمیتی تصمیم میگیرن، که ایشون فقط یک عضوی در اون کمیتی هستن، اما علی ای حال من برداشتم این است که روی سیاستشون خواهند بود. سقف خرمای بی بانک مرکزی امریکا فدرال ریزرو از سال 2010 به بعد به نظر من خیلی پخته تر از تاریخ 100 سال گذشتهش عمل کرده. خیلی شناختش نسبت به سیاست گذاری پولی افزایش پیدا کرده. حتی بهتر امیدوارم از روز دوران بیانی آقای آلن گرینسپن آقای دکتر. قطعا همینه، بعد قطعا بهتر عمل کرد، و در حالی که آلن گرینسپن واقعا مشهورترین بود و به عنوان ریاست افسانه‌ای فدرال رزرو در تاریخ بله. شناخته میشه، و الان بسیار عمیق‌تر، اصلا کل نهاد علم در این نهاد رتوخ کرده. امیدوارم روزی بیاد در کشور ما که یک جمعی از برترین اساتید اقتصاد مثلا پولی تشکیل بشه که سیاست گذاری پولی توسط این افراد انجام بشود. تا وقتی که بانک مرکزی مستقل نشود، برداشت من این است که ما به موفقیت در سیاست گذاری اقتصادی دست پیدا نخواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم. بسیار ممنون. من هر دو کانال شما رو میذارم و ممنون از همراهان عزیزی که تا الان همراه ما بودن. بسیار ممنون آقای دکتر. برای لایو بعدی همه به امید خدا به زودی با اتون هماهنگ خواهم کرد. خیلی سپاسگزارم. یکی از بهترین لایف هایی بود که ما در تمام این مدت داشتیم. خیلی همچنین ممنون. استفاده کردیم از اطلاعاتتون. شب خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار.